سلام دوستان، ببخشید یه کمی طول کشید. من به یه مشکل فنی خوردم، لایو اینستاگرام فعال نمیشد. یه 15 دقیقه طول کشید درستش کنم، اما برگشتیم. الان سر کارمون شروع میکنیم. امروز رو روز در واقع چهارشنبه هست، امروز 11 نوامبر. روز جالبی، امروز ریممبرنس دی توی کانادا و توی آمریکا هم وترنز دی، ولی یعنی باند مارکت بسته هست امروز، اما بازار بورس باز، بازار فارکس و بازار کامودیتی ها هم باز هست. شروع بکنیم مثل اخبار جالب، سه تغییرات خیلی جالب داشتیم توی بازار. شروع بکنیم از بذارین از آخرین خبری که در واقع توی روز گذشته هم نگاه کردیم یه نگاه سریع دیگه بهش بندازیم، در مورد واکسن. گفتم این مستقل از اینکه شما ایکس رید میکنید نمیکنید، اصلا جدای از این قضیه، این نکته مهمی هست که بهش نگاه بندازیم. یکی اینکه 90% واکسن موفقیت آمیز بودن، 90% واکسن خب خیلی عدد بزرگی هست، میشه مقایسه کرد با واکسن آنفلانزا که فقط 44%، هرچند که تو رده خودش، یعنی مثلا در کنار واکسن تب زرد و واکسن پولیو و اینها، همون هولوهوش 80-90% هستن. و نکته دیگه که گفتیم بهش خوب اشاره بکنیم، به زمان بندی عجیب غریب این واکسنه که دقیقاً لحظه که انتخابات اعلام شد، چند ساعت بعدش، قشنگ قبل از باز شدن مارکت، این خبر این واکسن اومد بیرون و این خودش حالا نگیم شک برانگیز، ولی تأمل برانگیزه. دیگه صحبت دیگه که بخوایم در موردش بکنیم اینه که خب بیایم از خبرهای دیروز بریم به خبرهای امروز برسیم. اما قبل اینکه دوباره بخوام سراغ واکسن برم، جورجیا، ایالت جورجیا گفته که قرار دوباره دستی شمرده بشه، رای ها هند کاونت قراره بشن دوباره و این احتمالاً طول خواهد کشید به گفته خودشون. اما ما در این مورد صحبت کرده بودیم که به هر حال ددلاین دارن ایالت ها برای انتخاب در واقع صندلی های الکترالشون و ددلاینشون هم 8 دسامبر هستش. الان تا 8 دسامبر کمتر از یک ماه دیگه فاصله داریم، اما ایالت ها هنوز فرصت دارن که در واقع به شکایات رسیدگی بکنن و اگر لازم هست دوباره شماری دستی یا حالا یا غیر دستی رو دوباره انجام بدن. پس این در مورد جورجیا. اوپک، در مورد بازارهای نفتی صحبت بکنیم. اوپک دوباره در واقع تولید نفتش رو کاهش داده به خاطر اینکه در واقع راند جدید لاکداون ها داره شروع میشه توی انگلیس، توی اروپا راند جدید لاکداون ها رو داریم میبینیم. اما نکته ای که هست اینه که در واقع واکسن رو در نظر نگرفتن در این محاسباتشون برای کم کردن دیمند و اینکه در واقع پیش بینی کردن کم شدن تقاضای نفت، این رو در نظر نگرفتن. دیگه اگر نکات دیگه ای بخوایم بهش اشاره بکنیم، این خیلی نکته مهمی است، من حساب میکنم میذارم آخر در واقع اخبارون بهش برسیم. یک شبه خبر، خبر که نیست، بیشتر حالا رسانه بازی شاید اسمشو بشه گذاشت، اما رئیس سابق CIA توی تلویزیون گفته که در واقع فکر بدی نیست که ترامپ رو در واقع کوف بکنن، ترامپ رو بذارن کنار و در واقع وایس پرزیدنت مایک پنس بیاد قدرت رو بگیره. چرا؟ چون نگران هستن که در واقع اطلاعات طبقه بندی شده یا اطلاعات در واقع محرمانه ای که ترامپ داره شروع بکنه به پخش کردنش، که البته نگرانی به جایی هست با توجه به اوضاع ترامپ و در واقع حالا شخصیت ترامپ بهتر بگیم، اصلا بعید نیست. پس اینم یه خبر، حالا میگم شبه خبر جالبی بود، خیلی مهم نیست. به فارکس فکتوری برسیم. قبل از اینکه به این خبر مهمه در واقع سالیوان برسیم، به فارکس فکتوری برسیم، امروز هیچی توی کلندر نداریم، کلندر خالی هست. همونطور که گفتم امروز در آمریکا هم خبری نبود، تقریبا نیمه بسته هستش. خبرهای فردا گفتم راجع به در واقع پوند و یورو یه سری اخبار داریم میاد بیرون، حتی اخبار که نیستش، بیشتر در واقع سخنرانی ها هستن از بانک آف انگلند و یورپین سنترال بانک. دلار آمریکا هم همچنین پاول قرار صحبت بکنه، پس تعداد زیادی صحبت داریم قبل از مارکت و یه تعدادی هم در حین مارکت و بعضی که مارکت آمریکا باز میشه. اما خبرهای مهمی که امروز داشتیم، یکی این بود که اتحادیه اروپا و بریتانیا به نظر میرسه که نتونن تا ددلاینی که از قبل تعیین شده بود تا اواسط نوامبر
دیل جدیدشون رو ببندن در مورد برکسیت، که البته پیش بینی کرده بودیم ما، احتمالش خیلی کم بود که در واقع بخواد دیلی انجام بشه تا این ور سال، حالا چه برسه به در واقع اواسط نوامبر که 4-5 روز دیگه میشه فقط. خبر دیگه این بود که در واقع European Central Bank، بانک مرکزی اروپا، گفته که در واقع برای موج دوم ویروس کرونا آماده هستن، و خود بانک مرکزی اروپا قراره که کمک خواهد کرد، ویل بیدر، و این به این معنیه که اگر در واقع موج دوم، حالا اسمش بذاریم موج دوم، اسمش بذاریم سری دوم لاکداون، هر چی اتفاق بیفته احتمالا همراه باشه با در واقع چاپ شدن مقدار قابل توجهی یورو، و نتیجتا احتمالا کاهش ارزش یورو نسبت به سایر ارزها. پس اینم خبر مهمیه که مد نظر داشته باشیم. بریم برسیم به این خبر سالیوان. من قبل اینکه این خبر رو بیارم، اجازه بدین یک چیز خیلی مهم رو باز بکنیم، یک پستی که بهش نگاه کرده بودیم. خب اگه به خاطرتون بیاد، من میخوام راجع بهش صحبت کنم. گفتم خبرهای مختلف رو دیدیم، خبرهای خیلی مهمی نبودن. خبر مهم، خبر در واقع دوباره انتخاب شدن ساریوان هستش توی آلاسکا، که یکی از ریپابلیکن ها هستش توی در واقع مجلس سنا. چرا خبر خیلی خبر مهمیه؟ بیاین یک دقیقه برگردیم به اینجا. ببینید، ما گفته بودیم که رئیس جمهور هر کی که باشه، چه ترامپ چه بایدن، نیاز داره که اکثریت مجلس، اینجا منظورم از مجلس، مجلس سنا بوده غالبا، اکثریت مجلس رو هم با خودش همراه نگه داره اگر بخواد که در واقع قوانینی که خودش میخواد رو ادامه بده. یعنی اگر ریاست جمهوری و سنا هم رنگ نباشند، احتمالاً پیامدهای اقتصادی که برای آمریکا خواهد داشت رکود یا در واقع استگنیشن یا کسادی هستش. خب الان اگر فرض بگیریم که هیچ تغییری وجود نیاد، رئیس جمهور بایدن بمونه، نیاز داره که اکثریت مجلس دموکرات باشه. اما خبری که امروز اومد بیرون در واقع این بود که توی آلاسکا آقای سالیوان برنده انتخابات در واقع سنا شد، و الان در حال حاضر توی مجلس سنا، ببینید مجلس سنا 100 نفرن، یعنی از هر ایالت 50 تا ایالت در آمریکا، از هر ایالت 2 نفر، درست؟ پس 100 نفر دقیقا توی مجلس سنا هستن. الان با انتخاب شدن آقای سالیوان، تعداد نفرات در واقع قرمز و آبی در مجلس سنا آمریکا 50-50، درست؟ چیو داریم؟ بذار اینجا رو بگم، ببخش، الان 50-50 نیستش، یه انتخابات دیگه داریم توی جورجیا توی 1 ژانویه، این هم راجعش صحبت کردیم. توی ژانویه انتخابات دیگه داریم برای سنا، که 2 تا دیگه از اعضای سنا، که در واقع 2 تا اعضای جورجیا سنا قرار انتخاب بشن. اگر توی این انتخابات جفت این کسانی که انتخاب میشن دموکرات باشن، یعنی هم راه بایدن باشن، اون موقع سنا 50-50 خواهد بود، یعنی دقیقا نصف نصف خواهد بود. چه اتفاقی میفته اگر نصف نصف باشه؟ اگر سنا نصف نصف باشه، 50-50 باشن، و اگر خود رأی تایید بشه یا رد بشه، وایس پرزیدنت یا نخست وزیر که میشه کامالا هریس، اگر که بایدن رئیس جمهور بشه، اون حق وتو خواهد داشت در سنا و تصمیم گیرنده نهایی اون خواهد بود. پس اگر در واقع در 1 ژانویه دموکرات ها نتونن سنا رو ببرن، نتونن اون دوتا در واقع صندلی سنا رو نگه دارن، نگیم ببرن، نتونن نگه دارن، اون موقع رئیس جمهور شدن جو بایدن واقعا بی تأثیر خواهد بود، چه در زمینه سیاست خارجی، چه در زمینه در واقع مالی و اقتصادی آمریکا، و چه در هر زمینه دیگه. هر قانونی قرار بشه رد بشه، هر بیلی قرار بشه رد بشه، باید از فیلتر سنا بگذره، و سنایی که در واقع جمهوری خواهه قطعا مقاومت قابل توجهی خواهد کرد با پرزیدنت الکت بایدن. پس این رو هم نده نظر داشته باشین. این حالا اینکه پیش بینی میشد که آلاسکا در واقع سناتورش رو ریپابلیکن انتخاب بکنه، اما خب قطعی شد و همه چشم ها در واقع به ژانویه هستش که 2 تا در واقع انتخابات برای سنا داریم. خب این خبرهای مهم روز بود. یه خبر خیلی مهم در مورد واکسن. ببینید، ما دیروز، دوباره سریع بگم، ما دیروز گفتیم که یه ذره مشکوک به نظر میرسه واکسن، یکی به خاطر زمان بندیش،
یکی به خاطر درصد زیادی بالاش و اینکه خیلی سریع به این نتیجه رسیدم، و مهمتر از همه به این علت که توی یک ژورنال چاپ نشده. این مقاله که این عدد 90 درصد رو اعلام کرد توی ژورنال چاپ نشده و یک کورپوریت پرس ریلیزه. خب این ما یه ذره به این شک کرده بودیم و الان فقط شکمون در واقع قوی تر شد. چرا؟ این خبر رو با من ببینید. CEO یا در واقع مدیرعامل فایزر، همین شرکتی که واکسن رو ساخته، امروز 62 درصد از سهامهاش رو فروخت و خب این عدد قابل توجهی به قیمت 5 و 6 دهم میلیون دلار. اینجا این نمودار رو هم با هم ببینیم. این نمودار فایزر هستش. این کندل قرمز رنگ آخری که میبینید این بالاش وقتی که روز باز شد و در واقع خود مدیرعامل شروع به فروش کرد و قیمتش رو غالبا کشوند پایین. این خیلی جالب و البته خیلی نگران کننده است. ما گفته بودیم که به هر حال نگرانی های وجود داره که واکسن خیلی شاید واقعی نباشه، هم به خاطر زمان بندیش هم به خاطر تایید هایی که نشده. اما اینکه خود مدیرعامل بیاد و یه مقدار قابل توجهی سهم، 132 هزار تا سهم رو بفروشه، خب به هر حال به اون در واقع شک ما اضافه خواهد کرد. این رو پس در نظر داشته باشیم. اخبار مهم روز یکی این بود، یکی در واقع سالیوان بود که گفتیم توی آلاسکا برنده سنا شد و سنا الان 50-50 هست. دو نفر توی جورجیا قرار ژانویه انتخاب بشن، دو تا از اعضای سنا. اگر اونا جفتشون دموکرات باشن اون موقع به نفع دموکرات ها خواهد بود، کماکان 50-50، اما در واقع نخست وزیر تصمیم گیرنده خواهد بود در سنا. و الا گفته بودیم که برمیگردیم به حالت سمت چپ، حالت رکود اقتصادی یا عدم در واقع گرفتن بسته حمایت مالی توسط بازار از در واقع آمریکا، از کاخ سفید. خب و خبر آخرم این بود که در واقع اروپا و ایالات متحده موفق نشدن به دیل برسن که پیش بینی میشد. خب من فکر کنم که برای اخبار خوندن کافی هست. بریم سراغ چارت هامون. اخبار رو اگر از دست دادین توی در واقع لایو توی آی جی تی وی میتونین بهش برگردین نگاه بکنین. خب اتفاقی که افتاده، من یه سری خط اضافه کردم اینجا، میخوام این خط ها رو باهاتون مرور بکنم. دو تا خط افقی اضافه کردم، یک خط در لول 93 و 99، اسمش رو بزنین 94، یکی در 94 دلاره برای شاخص دلار، که این خطی خواهد بود که در واقع این رنج رو برای ما نگه داشته. چرا این خط مهمه؟ ببینید بعد از اینکه ما در واقع این سقوط انجام شد، از اواخر جولای و یا در واقع از اوایل آگوست وارد این رنج شدیم، وارد این محدوده شدیم و تقریبا کل این مدت تو این چند ماه توی این محدوده موندیم. این محدوده رو، قسمت بالایش رو، به نظر من 94 دلار خیلی عدد خوبیه برای مشخص کردن. شب اینکه اون اول چندین بار تست شد، یک بریکاوت فیک داشتیم، یک بریکاوت در واقع شاید 10 روزه داشتیم، سریع برگشتیم پایین و در واقع چند روز پیش هم تلاش کردیم در حین انتخابات، تلاش کرد که در واقع حین در واقع زمانی که انتخابات نتیجه اش اعلام میشد تلاش شد که شکسته بشه، که این اتفاق نیفتاد. به نظر میرسه رزیستنس قابل توجهی این 94 دلار. از طرف دیگه اگر به در واقع بخوایم سمت جنوب یا سمت در واقع ساپورت نگاه بکنیم، لول 91.749 یا 91.750 رو داریم که این مینیمومی است که در سال 2020 ثبت شده. یعنی ما در کل سال 2020 زیر این لول نیومدیم. آخرین باری که اینجا بودیم، حتی تو 2019 هم نیومدیم، آخرین باری که اینجا بودیم در واقع آپریل 2018 بود. این به چه معنی؟ به این معنی که اگر این لول شکسته بشه واقعا خیلی چیزی جلودارمون نخواهد بود تا برسیم به لول های هولوحش 90 دلار توی شاخص دلار. پس این دو تا لول رو در نظر داشته باشید. این دو تا خطی که من اضافه کردم، البته خط ها بود اینجا، صرفا در واقع توی چارت اصلیمون آوردیمش. از طرفی دو تا ترند لاین دیگه هم داریم. این ترند لاین قرمز رنگ که خب مدت هاست داریم راجبش صحبت میکنیم، از ماکسیموم لیکویدیتی کرایسیس یا بحران نقدینگی کرونا شروع شد، یه تاش اینجا داشت، یه دونه برخورد اینجا داشت تو 30 سپتامبر و الان هم اومدیم رسیدیم بهش. اینکه امروز چه اتفاقی افتاد چند ثانیه دیگه راجبش صحبت میکنم، اما قبل از اون اجازه بدیم بریم به نمودار سه روزه، نمودار یکم بزرگتر ببینیم و این ترند لاین رو با من دنبال بکنید. این ترند لاین در واقع 10 ساله ای که از 2011 شروع میشه، حالا ترند لاین 9 ساله، یه دونه برخورد، چندین تا برخورد 2011 داشتیم، یه برخورد 2014 داشتیم، بعد از اون نسبتا
در واقع قوی بوده دلار، اما یعنی تو این ترند سمت بالاشش پیش میرفته، اما الان برگشتیم و اومدیم که دوباره این لول رو تست بکنیم. اینجا هر اتفاقی ممکنه بیفته. ببینید دارم توی طولانی مدت صحبت میکنم، توی تایم فریم خودمون، توی تایم فریم سوینگ تریدینگ حرفمون فرق خواهد داشت، اما توی تایم فریم هفتگی که الان داریم نگاه میکنیم، شما چیزی که میشه دید یکی این رزیستنس و یکی این ترند لاینی که اینجا داره میاد. باید ببینیم که این برخورد در واقع به این ترند لاین به چه شکل خواهد بود. حالت هایی که ممکنه به وجود بیاد تو نمودار هفتگی، ممکنه یک فلگ باشه، این فلگ که اگر بخواد ببره ما رو پایین، ما رو میتونه تا 85 دلار هم بیاره پایین، یک، و میتونه که در واقع در حال صرفا یک بیس ساختن برای برگشت باشه، چون داریم میایم برخورد میکنیم به این ترند لاین مثل دفعه پیشی که برخورد کردیم به ترند لاین، میتونه همچین چیزی باشه. پس هر دو حالت ممکنه، ما نمیتونیم توی نمودار هفتگی خیلی پیش بینی کنیم، اما اورنس و آگاهی خوبیه که داشته باشیم و اینجا رو نگاه کنیم. خب بیایم برگردیم به نمودار 8 ساعتمون، به نموداری که آشناییم باهاش، میشناسیمش و دوستش داریم. خب ما آخرین صحبتی که کرده بودیم این بود که در واقع دیشب 12 ساعت پیش با هم داشتیم صحبت میکردیم در ویدیو خلاصه روزانه، دیدیم که در واقع چندین تا کلوزینگ، چندین تا بسته شدن کندل داریم پایین این ترند لاین میگیریم و گفتیم خب این نشانه یه بریشی هست. اما در واقع آسیا و لندنی که الان گذشت تونستن که در واقع هم کلوزینگ بالا اینجا بگیرن، هم یک رشد قابل توجهی رو داشته باشیم روی در واقع شاخص دلار، رو 0.65%، هرچند که نیویورک فعلا داره برخلافش عمل میکنه. این کندل آخر قرمز رنگ رو اگر ببینید، من کمی زوم بکنم بهتر دیده بشه، این کندل آخر قرمز رنگ رو اگر ببینید میبینید که نیویورک فعلا داره سعی میکنه برش گردونه پایین. خیلی صحبتی نمیشه اینجا کرد. آره گفته بودیم که در واقع پایین این خط ترند لاین قرمز رنگ بسیار بریش هستیم برای دلار، دنبال پایین سمت پایین خواهیم گشت برای دلار، اما بالای این کمتر بریشیم، نمیگم بولیش، کی بولیش هستیم، کی واقعا با قدرت به سمت بالا برای دلار نگاه میکنیم، وقتی که این رزیستنس 94 دلار این بالا شکسته شه. و منظورم از شکست، شکست واقعی، ببینید این شکست واقعی نبود، این یک بریک اوت و برگشت بود. پس فعلا من اعلام بی‌طرفی میکنم توی دلار و امیدوارم شما هم این کارو بکنید. اگر نظر دیگه ای دارید در مورد دلار، من و نمیتونم باور کنم، چون که دلار مدت هاست توی رنج داره حرکت میکنه و الان دقیقا وسط هستیم، یعنی حتی اگر الان دقیقا این رزیستنس، این ساپورت توی 91.7 94 و دقیقا وسط هستیم، من فکر کنم تا یه پنی وسط هستیم. خب پس یه ذره بی‌طرف‌تر خواهیم شد روی دلار بعد از این شکست رو به بالاش. ببینیم که نیویورک با این در واقع قیمت چیکار خواهد کرد. گفتم امروز یه ذره حالت نیمه تعطیل داره. در مورد اینکه چرا این رشد اتفاق افتاد اینجا یکم سخت توضیحش، اما میشه خیلی جالب با نگاه کردن به در واقع شاخص ارزهای دیگه درش آورد. بزنین قبل اینکه در واقع سراغ فلزات ارزش برم اینو ببینیم. ببینید امروز تمام ارزهای در واقع غیر دلار آمریکا قرمز بودن. این شاخص دلار استرالیا است. شاخص دلار استرالیا 0.14% منفی بوده. پوند 0.42 منفی بوده. دلار کانادا منفی 0.22، ین ژاپن هم منفی 0.22، اما یورو به طرز قابل توجهی 0.14%، مثل یورو و پوند جفتشون به طرز قابل توجهی منفی بودن. یادتون باشه که DXY شاخص دلار آمریکا، من تو یک ویدیو فکر کنم راجعش صحبت کردم، اگر نکردم بگین من دوباره یک ویدیو در موردش درست کنم، شاخص دلار آمریکا به طرز قابل توجهی وزندهی شده به سمت یورو. پس یعنی به طرز قابل توجهی با حرکات یورو حرکت خواهد کرد. پس این مستقل از اینکه میتونه، میگم میتونه در واقع به خاطر قدرت گرفتن دلار آمریکا باشه، میتونه صرفاً و صرفاً به خاطر ضعف یورو، ضعف پوند و ضعف سایر ارزها باشه. خب همونطور که می‌بینیم بقیه ارزها هم ضعف شاخصشون همه منفی بود و شاخص یورو و پوند به طور خاصی بیشتر منفی بود. اگه همه به یه اندازه منفی بودن اون موقع میگفتیم خب دلار قدرت گرفته، اما وقتی یورو و پوند به طور خاص خیلی منفی ترن، میتونیم بگیم که در واقع این ضعف یورو و پوند رو نشون میده. علت توی اخبار بررسی کردیم، این در واقع دیل برگزیت بین بریتانیا و اتحادیه اروپا قرار بود تا و اواسط نوامبر نتیجه بهش برسه، یعنی تا 4-5 روز دیگه، اما به نظر نمیاد که همچین اتفاقی
در حال افتادن باشه، یک. دو، گفتم ECB گفته که در واقع European Central Bank، بانک مرکزی اروپا، گفته که اگر موج دوم کووید بیاد آماده پول چاپ کردن، آماده سیمولس هستن و خب این قطعا به ضرر یورو خواهد بود. پس نتیجه‌گیری که من میکنم اینه که این ضعف یورو به خاطر خبر ECB در واقع باعث قدرت گرفتن شاخص دلار شده. اما خب از هر چی که بگذریم، این قدرت گرفتن شاخص دلار قطعا بی تاثیر از اخبار واکسن هم نخواهد بود. ببینیم چقدر این اخبار ادامه پیدا خواهد کرد با توجه به اینکه خود در واقع سی او یا مدیر عامل فایزر 62% سهامش رو فروخته. ببینیم آیا این ادامه دار خواهد بود یا نه. اما همه اینها رو بذاریم کنار، برسیم به فلو اصلیمون، برسیم به در واقع طلا. خب طلا با توجه به در واقع بالا رفتن دلار بازگشت داشته. گفته بودیم ما منتظر در واقع شکست شدن لول 1914 و 1930 خواهیم بود. من اینا رو از شکلشون رو تغییر دادم به این دو تا خط قرمز رنگ، همونجا هستن این خط ها. یک ساپورت هم اضافه کردم در 1850 که ساپورتی بود که در واقع در چند ماه اخیر ما رو بالا نگه داشته، و یه ساپورت دیگه هم در 1800 که حالا لول سایکولوژیکال یا لول روانی هست. الان قیمت در حدود 1860 داره ترید میشه. دوباره اون ضعف رو توی فلزات با ارزش داریم میبینیم. اما ببینیم که تا کجا پایین خواهد رفت. این ترند لاین هایی که داشتیم هر دوتاشون به سمت پایین شکسته شدن. تنها امید در واقع فلزات با ارزش فعلا ساپورت 1850 هست. ما وارد ترید لانگ نشده بودیم، دقیقا به همین دلیل گفتم تا بالای 1913 نریم و تثبیتش نکنیم جای خطرناکی است برای ورود به ترید لانگ. شورت کردن فلزات با ارزش هم که اکیداً توصیه نمیشه، دلیلش رو گفتیم اگر بخوایم باز هم تکرار میکنیم. خب نقره رو داریم. نقره من چند تا خط اضافه کردم و در واقع رنگ چند تا خط رو عوض کردم. اونم بهتون بگم که آپدیت نگهتون دارم، نمیخوام تغییری بدم که در واقع اطلاع نداده باشم توی لایف ها. ببینید اولا مثل طلا دو تا رزیستنس اصلیمون توی 24.5 دلار و 26 دلار رو تبدیل کردم به این خطهای قرمز رنگ. پس این خطها رو میتونیم اینجا ببینیم و از طرفی ساپورتی که در واقع توی طلا گذاشتیم اینجا هم داریم توی 21.6. زیر 21.6 واقعا در واقع خیلی جا داره که نقره بریزه. بعید میدونم که به اینجاها برسیم، اما اگر برسیم احتمالاً ساپورت بعدی که حواسمون باید بهش باشه توی 18 دلار خواهد بود. اما ترن لاین هایی که در واقع اضافه کردم، این ترن لاین ها بودن البته، این ترن لاین آبی رنگ این بالا رو اگر ببینید از برخورد این قله ها به وجود اومده، این قله های این اول. و کاری که کردم اینه که این ترن لاین رو برداشتم، کپیش کردم به موازاتش ترن لاین این پایین و سرش رو گذاشتم در واقع روی مینیمومه که برای نقره ثبت شده بود توی 11.5 دلار. این رو اگر دنبال بکنیم تا بالا میبینیم که کماکان در واقع توی بازی بوده، چندین بار به عنوان ساپورت رزیستنس توی چند ماه اخیر عمل کرده، هرچند که الان پایینش داریم ترید میکنیم. اگر بخوایم بریم بالاش احتمالاً همراه بشه با در واقع شکسته شدن 26 دلار. فعلا اونجاها نیستیم. این ترند لاینه که قبلا قرمز بود رو تبدیل به در واقع بنفش کردم به خاطر اینکه با این خطای قرمز رنگ اینجا مقاطی نشه. این ترند لاینی که در واقع گفتیم وقت تا وقتی نگه داشتیم روزگار خوبه برای نقره، اما کماکان وارد ترید لانگ نمیشیم مگر اینکه در واقع 24.5 دلار شکسته بشه. فعلا بین 24.5 دلار یعنی این خط و این ترند لاین در حال حرکت هستیم. این ترند لاین فعلا خودش رو نگه داشت. امروز صبح توسط در واقع تریدرهای نیویورک برگشتیم بالا از اینجا، اما ببینیم که این حرکت چطور خواهد شد. فعلا توی طلا، توی نقره و توی دلار بی‌طرف هستیم. S&P 500 رو داریم، بازار بورس آمریکا. می‌بینیم که دقیقاً همون جوری که در واقع برنامه‌ریزیمون بود اتفاق افتاد. ما این ترند لاین رو داشتیم، از برخورد این دوتا قله به وجود اومده بود. گفتیم که بعد از اینکه این شکست خیلی بزرگ اتفاق افتاد، اگه خاطرتون باشه به خاطر در واقع اخبار واکسن بود که رسیدیم این بالا. من گفتم این اوور ریاکشنه، این طبیعی نیست، این رشد طبیعی نیست. و دیدیم که خیلی سریع تو کمتر از چند ساعت جبران شد، برگشت پایین. گفتیم اگر برسه اینجا و تست از این ترند لاین انجام بده، موقعیت خوبی برای لانگ کردن. و میبینیم که در واقع کم کم داره به سمت بالا حرکت میکنه. اگر اینجا وارد ترید شده بودین، استاپ لاستون هنوز باید روی 3500 باشه، نیارینش هنوز بالا. وقتی که در واقع این آل تایم های یعنی در واقع 3500 و
90 رو رد کردیم، شاید فکر خوبی باشه که منتقلش کنیم به بریک ایون. پس این هم در مورد بازار بورس آمریکا. امروز برخلاف دیروز که در واقع قسمت تکنولوژی بازار عقب افتاده بود، امروز داره خودش رو نگه میداره. گفتیم توی این در واقع ساپورت لاین 11570 یا 11600 تونست تا حد خوبی ساپورت نشون بده و قیمت رو برگردونه، هرچند که من خیلی علاقه به ورود اینجا ندارم، نزدک داستانش فرق میکنه. از طرفی اما داو جونز وضعیتش خیلی بهتره، تونست قبل اینکه حتی به این ترند لاین برسه دور بزنه. بین اینها اس ام پی رو اصلا بیشتر دوست دارم، خیلی داره تکنیکال رو عمل میکنه و واقعا حتی اگر ترید نمی کنید اس ام پی رو میتونید نگاش کنید، تمرین خیلی خوبی برای در واقع تحلیل تکنیکالتون میتونه باشه. من امروز سراغ ویکس و اس پی وای نمیرم، خیلی صحبت خاص و جالبی در موردش نداریم. به بیت کوین برسیم. خب در روزگاری که در واقع طلا داره میریزه، اس ام پی داره میره بالا و دلار هم داره میره بالا، بیت کوین رو داریم که دوباره برگشته به در واقع این ماکسیمومی که چند روز پیش ثبت کرده بود در حدود 16000 دلار. همونطور که داریم صحبت می‌کنیم الان 15000 رو 950 دلار رو رد کرد. ببینیم که آیا این حرکت ادامه خواهد داشت یا نه. ما در مورد این مثلث صحبت کرده بودیم که گفته بودیم احتمالاً شکستش بر آماده در واقع حرکت بزرگتری بکنه ما رو. هدف بعدی ما، هدف فعلی بعدی ما کجا هست؟ اینه که حداقل یک سر کوتاهی به آل تایم های بزنیم. اگر 20000 دلار نرسیم به 18000 دلار هدف بعدیمون خواهد بود، توی در واقع تا قبل از پایان 2020 18000 دلار رو به احتمال زیاد خواهیم دید. این حرف من رو نیاز نیست یادداشت کنید، توی لایف ها قرار وجود خواهد داشت، بعدا میتونیم بهش برگردیم. اما فعلا پرایس تارگتمون 18000 دلار، ممکنه خیلی بالاتر بره، بله ممکنه بریم یه سر بزنیم 30% بیام پایین، بله. ویدیوی بیت کوین رو اگر ندیدید حتما حتما ببینید، از این لایف ها خیلی خیلی مهمتره. اگر از 18000 دلار پول بک داشته باشیم، ممکنه ما تا 12000 دلار برسونه پایین یا حتی بیشتر تا 11000 دلار و اونجا ما مایل خواهیم بود که بیشتر به پوزیشنمون اضافه کنیم. اتریوم رو داریم. اتریوم رو دیروز راجبی صحبت کردیم و برگردم تو نمودار 8 ساعت همون اتریوم رو راجبی صحبت کردیم، گفتیم که اون هم در واقع در یک وضعیت مشابهی قرار داشت، در این مثلث قرار داشت و دیدیم که این حرکت گفتیم دیروز گفتیم داره شروع میشه. از 450 دلار بودیم، الان در 470 دلار داره ترید میشه. یک سری خبر جالب در مورد اتریوم 2 در واقع داره بیرون میاد. من خیلی راستش راجبش اطلاعات ندارم، اگر دوستان اطلاعاتی دارن، صحبتی دارن، میتونن حالا یا برای ما بفرستن، خوشحال میشم بیشتر بدونم. ولی ما مثلا جد مستقل از اون با توجه به قیمت این حرف ها رو زده بودیم و میبینیم که در واقع همونطور که پیش بینی شده بود داره عمل میشه. گفتیم تارگت بعدی 500 دلار هست توی اتریوم. آیا اتریوم بهتر از بیت کوین خواهد بود در سال 2020 و اوایل سال 2021، در 3 ماهه اول؟ من تخمین میزنم که باشه. بیایم یک چارتی رو با هم نگاه بکنیم. بیت کوین به اتریوم رو میخوام ببینم. اتریوم به بیت کوین. اتریوم به بیت کوین رو نگاه کنید. بذارید ببینیم نمودار هفتگی. اتریوم به بیت کوین اینجا سال 2020. ببینید که چطور اتریوم بیت کوین رو در واقع شکست داد در سال 2020، چطور رشد قابل توجهی داشت اتریوم نسبت به بیت کوین. آیا این روند ادامه دار خواهد بود؟ من اصلا بعید نمیدونم که اتریوم خیلی خیلی بیشتر از بیت کوین آوت پرفورم کنه، در واقع خیلی بهتر از بیت کوین عمل کنه. اما در واقع من ترجیح میدم که پوزیشن کوچیکی توی اتریوم داشته باشم، پوزیشن بزرگتری توی بیت کوین. به هر حال اتریوم هرچی باشه آلت کوین هستش و در واقع مارکت کپی که بیت کوین داره رو قطعا نداره. حالا راجع به اینکه چرا آلت کوین ها رو باید ترید کرد و چرا نباید ترید کرد، ان شاء الله در یک ویدیو دیگه جداگانه صحبت میکنیم، از فاصله این بحث فعلا خارجه. به بازارهای نفتی برسیم. خب ما یه خبر اینجا همون اول صحبت کردیم در مورد اینکه اوپک خبر رفته بود، اوپک تولید نفتش رو دوباره کم کرده به خاطر اینکه در واقع تعداد راند جدیدی از لاکداون ها یا بسته شدن ها شروع شده، اما در واقع واکسن رو اصلا در نظر نگرفته. به نظر من هم کار درستی کرده و خب این باعث شده که در واقع با کاهش تولید همراه باشیم و این قیمت باعث شده که کماکان بیاد بالا. ما توی WTI، ما همیشه رو WTI صحبت می‌کنیم و عددهای اونجا بگیم، توی WTI
به نظر میرسه که داریم برمیگردیم به توی این رنج. این رنج قسمت پایینش 42 دلار بود، الان 41 و 93 داریم ترید میکنیم. من هنوز موقعیتی برای ترید نمیبینم توی در واقع نفت، مگر اینکه خبری از واکسن بیاد، خبر مثبت یا منفی از واکسن بیاد، هر دو طرفش میتونه قابل ترید باشه روی نفت. اما فعلا دست روی دست میذاریم و نگاه میکنیم به بازار. گاز طبیعی رو داریم. گاز طبیعی خب گفته بودیم خیلی خبر جدیدی نیست در موردش، بعد از برخورد به این ترن لاین ما برگشت، داره میره بالا، کم اینجا داره صبر میکنه، کانسولیدیت میکنه. چرا؟ من علتش رو در واقع در این ترن لاین اینجا میبینم. میبینیم که این ترن لاین رو شکسته، داره تست میکنه، ادامه حرکت میده. اگر وارد معامله لانگ نشدین، اینجا میتونه ورود نقطه ورود خوبی باشه. اما استاپلاستون رو کمی بازتر در نظر بگیرین، استاپلاس حدود 4 5 درصدی در نظر بگیرین برای اینکه امن باشه. خب گفتم بازار در واقع باند امروز بسته هستش. بریم به بازار فارکس برسیم. طبق معمول قبل اینکه سراغ فارکس بریم، که از بازارهای خیلی تکنیکالمون رو نگاه کنیم و تسلا هستش. ببینید کماکان مشخصه که بازار هنوز اون در واقع خبر دوست داشت، خبر مطمئنی که دوست داشت بگیره رو نگرفته. کماکان میبینیم در حال رنج زدن هست. نمیگم تسلا نمادی از اکونومی، نمیگم تسلا نمادی از در واقع گروته، ولی میگم که چیز جالبیه، بازار جالبیه بین بازارها برای نگاه کردن. خب بریم به پرهای فارکسمون برسیم خیلی سریع. دلار آمریکا به دلار کانادا خب با قدرت گرفتن دلار آمریکا رشد رو داشتیم اینجا، هیچ وقت وارد این ترید نشدیم، هیچ وقت نوردرمون تریگر نشد، منتظر یک لور لو بودیم، اتفاق نیفتاد. این رزیستنس رو به نظر میاد که داره تبدیل به ساپورت میکنه. من رنگش رو تغییر بدم، موقعیتی آیا دیده میشه یا نه؟ من موقعیتی نمیبینم، فلگش رو برمیدارم. دلار به فرانک سوئیس، دلار به فرانک سوئیس، بزنیم یکم خلوت کنیم ببینیم چه خبره. خب غالبا دوباره دلار رشد داشته، این کندل سبزی که اینجا میبینیم دلار رشد داشته به خاطر در واقع فرانک سوئیس ضعیف شده به خاطر کم شدن ارزش طلا، تا حدی خیلی کوچیک هستش. من میخوام یه خیلی سریع به در واقع RSI نگاه بکنم، یعنی ما یه RSI به ما اینجا چیزی داره نشون میده یا نه. فعلا چیزی دیده نمیشه. من خواستم اینم دایورجنس وجود داره یا نه که من فعلا دیده نمیشه. خب دلار به فرانک سوئیس، اگر از این ترند لاین بازگشت بگیریم، این ترند لاینی که اینجا داره میاد، اگر بازگشتی از اینجا داشته باشیم که احتمالاً همراه باشه با ضعف دلار و افزایش قیمت طلا. ببینید فرانک سوئیس به طلا وابسته است، طلا رو دنبال کنید اگه می‌خواید فرانک رو ترید کنید. این میتونه ترید شورت جالبی باشه. چرا؟ چون اینجا هم یک میبینید همین لولی که الان داریم روش ترید میکنیم، میبینید چقدر ساپورت، چقدر رزیستنس وجود داره توش، چقدر مقاومت وجود داره توش. این میتونه ترید جالبی باشه با ریسک ریوارد خیلی منطقی و کوچیک. این رو من یه علامت کوچیک میزنم، بعدم بهش نگاه کنیم. دلار به ین ژاپن، ین ژاپن خیلی خیلی ضعیف نشون داده خودش توی سشن های اخیر. به نظر میرسه که وضعیت مارکت ریسک آف هستش، باش ریسک آن هستش، خیلی نگرانی توی مارکت وجود نداره. این در واقع رزیستنس 105 ممیز 282 رو تبدیل به ساپورت کرده، فعلا داره ادامه میده. یک رزیستنس خیلی کم رنگ توی 105 ممیز 17 هم داریم، ببینیم با این چطور برخورد خواهد کرد. فعلا موقعیت قابل تریدی من نمیبینم. دلار به پیسو مکزیک خب خیلی قشنگ، خیلی زیبا و تکنیکال بعد از برخورد در واقع به این قسمت پایین ترند لاین هم رسیدیم. من زوم کنم بهتر دیده بشه. بعد از برخورد به این ترند لاین این پایین فعلا برگشته بالا دلار آمریکا. دنبال چی خواهیم بود؟ دنبال ریزامپشن داون خواهیم بود، برخورد به این ساپورت و بازگشت. اگر که برگردیم توی این مثلث خب قضیه متفاوته، اما تا وقتی بیرون این مثلث هستیم کماکان بریش هستیم روی دلار. به پیسوی مکزیک، دلار استرالیا به ین ژاپن رو ببینیم. کماکان در مورد این در واقع فلگ یا پرچم داریم صحبت میکنیم اینجا این شکلی. هنوز شکستی صورت نگرفته به هیچ سمتی. اگر وضعیت ریسک آف ادامه پیدا بکنه، باش ریسک آن ادامه پیدا کنه، سرمایه‌گذارا با در واقع جرأت بتونن وارد معامله بشن، دلار استرالیا به قدرت گرفتنش ادامه میده و ین ژاپن هم ضعیف خواهد شد. این به این معنیه که ما خیلی خیلی جا خواهیم داشت بالا بریم توی دلار استرالیا به ین ژاپن. چی رو داریم که شکست بدیم؟ این ترند لاینمون رو داریم
که فعلا درگیرش هستیم. خروج از این پرچم میتونه در واقع این ترن لاین رو واسه ما بشکنه، اما از اون طرف اگر برگردیم حتی این ترن لاین آبی پررنگ رو تست بکنیم، باز هم اون ساختار بولیش حفظ شده. دلار استرالیا به دلار آمریکا، اون هم در واقع هنوز این ترن لاین رو نگه داشته. من یک سری تغییر رنگ اینجا باید بدم، اینا همه ساپورت هستن. توی پرانتز اگر سوالی دارین من خوشحال میشم که پاسخگو باشم. بپرسید. خب کماکان، ولی در واقع دلار استرالیا به دلار آمریکا بین این ساپورت و رزیستنس هست، همون جوری که در واقع دلار آمریکا بیطرف هستیم، اینجا هم یه جورایی اون وضعیت بیطرفی وجود داره. دلار کانادا به فرانک سوئیس، خب شاید بشه به این گفت بول فلگ. حتی بول فلگ معمولا در واقع یک رشد داریم و یک فلگ یا یک چنل به سمت پایین. این چیزی که اینجا داریم میبینیم یک رشد با یک چنل رو به بالا، این کمی متفاوت هست. زیاد دوست ندارم بهش بگم بول فلگ، اما چیزی که دیده میشه، چیزی که خوب میبینم اینه که اولا اگه از عقب بیایم نگاه کنیم، خب یک داون ترند ببینیم به نمودار هفتگی. به هر حال چندین سالی که در یک روند رو به پایین داره طی میکنه دلار کانادا به فرانک سوئیس، به خاطر البته قدرت گرفتن طلا بوده بدون شک، و این روند به نظر ادامه دار باشه. اگر ضعف ببینیم از دلار کانادا و قدرت ببینیم و فرانک سوئیس، میتونه موقعیت خوبی برای نگاه کردن به سمت پایین باشه. دلار کانادا، ین ژاپن چیزی نمیبینم. یورو به دلار استرالیا، به نظر میرسه که این در واقع رزیستنس این پایین داره یکم مشکل ایجاد میکنه برای یورو به دلار استرالیا. ببینیم که آیا بازگشت خواهد داشت یا نه. چرا تو فلزات کلا شورت نگیریم؟ ببینید، ما در چند ماه گذشته، اینو بزن از کم قبل‌تر شروع کنم، اینو قبلا هم گفته بودم، شما باید دو تا مسئله رو نگاه کنید در تریدینگ، هم بحث در واقع فاندامنتال هست هم بحث تکنیکال هست. بیایم از فاندامنتال فلزات با ارزش شروع کنیم. ببینید، در چند ماه اخیر بعد از در واقع اتفاقی که برای ویروس کرونا افتاد، پندمیکی که اتفاق افتاد، خب اکانومی ها بسته شدن، اقتصادها صدمه دیدن و چه اتفاقی افتاد و بانک های مرکزی از در واقع فدرال رزرو بانک آمریکا بگیرین تا ین ژاپن بگیرین، بانک مرکزی ژاپن تا اتحادیه اروپا تا پوند، همه شروع کردن به چاپ کردن پول. خب چاپ کردن پول یعنی چی؟ یا همون استیمولس. استیمولس یعنی چی؟ یعنی که بانک مرکزی میاد و در واقع سهام، حالا باند میخره، سهام شرکت ها رو میخره، ایندکس میخره، به روش های مختلف پول تزریق میکنه. به معنی چاپ فیزیکی پول نیست، به معنای در واقع تزریق پول به سیستمه. اینو کجا میتونین خیلی خوب ببینیم؟ ببینم من اینجا داریم، بله این M2 هستش، M2 مانی استاک. این مقدار کل پولیه که در واقع توی بازار وجود داره، مقدار کل دلاریه که توی بازار وجود داره. چندین تا معیار مختلف داریم، M1 داریم، M2 داریم، M0 داریم. این M2 صرفا میخوام یک دیدی ازش داشته باشیم. این نموداری که هم داریم نگاه میکنیم از 1981 تا در واقع سال 2021، میبینیم که از در واقع سال 1995-96 یک رشدی توی این قضیه شروع شد و این رشد از یک جای به بعد سرعت گرفت. از کجا؟ از اینجا. چرا؟ اینجا کجاست؟ اینجا سال 2008 بعد از اون سقوط بازار که داشتیم، کوانتیتیو ایزینگ شروع شد یا همین پول چاپ کردن توسط بانک فدرال رزرو شروع شد. در مورد QE بریم بخونین، حتما خیلی جالبه. دفعه دیگه ای که این اتفاق افتاد در سال 2020 بود و به خاطر در واقع ویروس کرونا شروع شد. و میخوام توجهتون رو به این جلب کنم که از 2008 تا 2020 چیزی حدود 100% افزایش داشتیم، این چیزی حدود دو برابر شده M2 Money Supply M2. و در واقع از 2020 به بعد 20% فقط در کمتر از یک سال، ببینید در کمتر از یک سال 20% به مقدار کل پول اضافه شده. من میخوام یک در واقع کامپریسن، یک مقایسه خیلی جالب انجام بدم. این کار رو انجام ندادم تا حالا، میخوام ببینم که چطور خواهد شد، با هم ببینیم. بیایم با طلا این در واقع مقایسه بکنیم با قیمت طلا به دلار.
خب خیلی راحت شاید نباشه. این نمودار طلا رو با بعد از در واقع 2005 داره این پلتفرم، دوست داشتم که از قبلش هم باشه. بذاریم ببینم اگر در واقع GLD رو ببینم میتونیم برای قبلش هم ببینیم یا نه. مثل اینکه از 2005 به بعد داریم. خب این دوتا خطی که کشیدیم رو یادتون بیاد، این یه دونه 2008 بود کوانتیویزینگ شروع شد و یه دونه 2020. ببینید از بعد از 2008 چه اتفاقی افتاد. این قیمت طلا چقدر افزایش داشتیم، از الان قیمتش رو از 71 دلار GLD رو داریم میبینیم، از 71 دلار داشتیم تا 167 دلار، درست چیزی بود بیش از دو برابر افزایش قیمت. بعد از اون خب 2011 رو داشتیم که اومد پایین و الان دوباره توی بول مارکت دیگه هستیم. ببینید این چیزی که میخوام بهش توجه کنید، این بهش میگم بول مارکت، به این میگم بول مارکت. توی این فاز، توی این فاز رشد، وقتی برای طلا حالا یا برای هر دارایی دیگه خیلی فرق نمیکنه، این رشد وقتی آغاز میشه، حالا شما میخواین سعی کنید که در واقع دنبال ترید لانگ بگردید. اینجا فقط دنبال خرید باید باشین. ببینید اگر ترید شورت داشته باشین شاید کوتاه مدت برنده باشید، اما در طولانی مدت قطعا ضرر خواهید کرد و احتمال در واقع ضررتون قطعا بیشتر خواهد بود. خب پس این از لحاظ فاندامنتال به خاطر در واقع چاپ پول. از لحاظ تکنیکال حالا یه خلاصه‌اش و کوتاهش اینجا گفتیم که توی بول مارکت هستیم. بریم به خود نمودار طلا اگر نگاه بکنیم، من این رو ببندم. نمودار خود طلا رو اگر نگاه بکنیم، بیایم به نمودار هفتگی. گفتم بعد از 2008 چاپ پول رو داشتیم، رشد قابل توجه رو داشتیم. توی 2018 دوباره کوانتیویزینگ یه بخش کوچیکی بهش اضافه شد، اما در 2020 رشد خیلی قابل توجه بود. این رو بذارید کنار، این تیکر رو بذاریم کنار. این به خاطر در واقع بحران مالی دلار آمریکا، بحران نقدینگی بود، اون اصلا بحثش جداه. اما اگه اون رو بذاریم کنار، میبینیم که توی یک آپترند خیلی خیلی قوی و بزرگ هستیم. الان کجا داره به ما میرسه؟ توی 1800 دلار. آره شاید 100 دلار فاصله داشته باشیم با برخورد به در واقع روند، خط روندیمون، اما توی قطعا توی روند رو به بالا هستیم. همیشه توی آپترند ها فقط در معامله خرید انجام بدین و توی داون ترند ها ما فقط معامله خروج. ببینید الان فروختن دلار مثل این میمونه که بخواید شما بیت کوین رو بفروشید. بیت کوین هم الان توی آپترندشه، قطعا توی آپترندشه. مثل این میمونه که بخواید اس ام پی رو بفروشید. خیلی ها اس ام پی رو نگاه کنید، از سال 2008 رشدش رو نگاه کنید. به نظر شما کسایی که این وسط در حال شورت کردن اسمپی بودن چه بلایی سرشون اومده؟ درست؟ خب خوشحالم که توضیحات کامل دادم. باز هم سوال بپرسید، در هر موردی سوالی هست بپرسین همه دوستان. خب من ادامه بدم روند چک کردن پیرای فارکس هم رو. من تو پرانتز یه موضوعی هم بگم، من تنها زمانی که در واقع بازار رو ترید میکنم و اینجوری دقیق چک میکنم همراه با شما هست، برای همین در واقع بر همین یک کمی طول ممکنه بکشه. خب کجا بودیم؟ آها، یورو به پوند. این پر خیلی پر جالبیه. ببینید ما این پر رو مدت هاست داریم نگاه میکنیم، از وقتی که این حرکت بزرگ اتفاق افتاد در حال نگاه کردنش هستیم، منتظر این هستیم ببینیم که آیا مسیر حرکتی به رو به بالا میتونیم بگیریم یا نه. و من تلاش کردم که همه رو در واقع مجاب کنم که دوری کنن از این پر، به خاطر اینکه کماکان در حال کانسولیدیشن هست، در کماکان در این پترن نگهدارنده هستش، تو این پرچم هست. چندین بار تلاش کرده که از این پرچم بشکنه بیاد بیرون، همه تلاش‌ها با در واقع شکست مواجه شده. اما اتفاق جالبی که داریم می‌بینیم اینه که این پرچم که من دیگه فکر نمی‌کنم بشه اسمش رو پرچم گذاشت، چون رسیدیم بالاخره به قسمت پایینش. اینجا رسیدیم به در واقع مینیمم که در از اوایل سپتامبر ثبت شده بود. اول سپتامبر میشه حدود دو ماه و نیم پیش، سه ماه پیش اگه اشتباه نکنم. خب یک سقوط قابل توجه داشتیم، یورو ضعیف شد، پوند قوی شد، رسیدیم به این ساپورت و این ساپورت خیلی مهمیه. با من یکم عقب‌تر بیاین، می‌بینیم که یکم بیام عقب‌تر توی ژانویه، توی می 2020 ببخشید توی جون و می 2020 اینجا ساپورت بوده. یکم دیگه بیام عقب‌تر می‌بینیم توی در واقع مارچ و اپریل 2020 رزیستنس بوده. آیا بازم بیام عقب‌تر چیزی دیده میشه؟ بله، در کمال تعجب بازم بیام عقب‌تر میبینیم که توی 2019 جون 2019 ساپورت بوده و و و
و حالا میره. پس در کل در نهایت حرف ما اینه که لول مهمی هست 0.88 72 رو داریم نگاه میکنیم توی پوند به در واقع یورو به پوند. آیا ریزامشن از اینجا رو خریدار هستیم یا نه؟ به نظر موقعیت خوبی میاد. من دوست دارم که نگاهی به نمودار یک ساعته هم بندازم. میبینیم که این در واقع مقدار زیادی ولاتیلیتی اینجا گرفتیم. چرا؟ به دو دلیل. یکی در واقع این خبری بود که از ECB اومد بیرون که در واقع ECB آماده است برای کمک حمایت مالی به در واقع در صورتی که موج دوم ویروس اتفاق بیفته، و همونطور که پیش بینی میشد اتحادیه اروپا و بریتانیا موفق نشدن که در واقع به دیل برسن در مورد برگزیت، و این باعث شده که در واقع این ولاتیلیتی اینجا به وجود بیاد. روی ترن لاینمون برگشتیم، من این ترن لاین اینجا رو هم اگر ببخشید یه ترن لاین دیگه اینجا داشتیم، من اینو میخوام یکم اکستندش کنم. ترن لاین کم رنگ آبی داشتیم اینجا و میبینیم که چقدر دقیق، من داشتم بالا نگاه میکردم، اما میبینیم که چقدر دقیق از اینجا ریجکت شدیم، برگشتیم بالا، توی نمودار یک ساعته هستیم الان. آیا خرید توصیه میشه؟ من برای اینکه اگر بخوام وارد ترید لانگ بشم، دوست دارم که یک کلوز بالای اینجا بگیرم، یعنی بالای 0.98 پیک، نه کلوز 8 ساعته بالای اینجا. اگر بگیریم، اگر بخوام خیلی استاپلاس در واقع کوچیکی بذارم، کوچیکترین حالتش بوده 45 پیپ خواهد بود استاپلاسم، اما حالت سیفتر و حالتی که من خیلی علاقه بیشتر دارم اینه که کمی دورتر بوده 70 پیپ دورتر بذاریم. چرا با 70 پیپ راضیم و خوشحالم؟ چون که اگر به در واقع آفسایدمون نگاه کنیم، به نگاه کنیم که تا کجا میتونه قیمت بره بالا، اصلا بعید نیست که در واقع حداقل برگردیم و کل این فلگی که اومدیم پایین رو بخوایم ادامه بدیم بالا، و اون موقع ریسک ریوارد بود سه، ریسک ریوارد منطقی و قابل قبولی. راه بهتر چیه؟ راه بهتر اینه که صبر بکنیم، یک تایید از اینجا بگیریم، بتونیم با ریسک ریوارد بهتر وارد شیم. من یورو به پوند رو علامت میزنم، توی روزهای آینده با دقت بیشتری نگاش کنیم. یورو به ین ژاپن، یورو به ین ژاپن هم واقعا ترید جالبیه، واقعا ترید جالبیه. خب یورو امروز یکم ضعیف بود، اما از اون طرف ین هم چندین روزه که خیلی ضعیفه و این باعث شده که در واقع این ضعف یورو خیلی خودش رو اینجا نشون نده. اون فلگی که در موردش صحبت میکردیم توی دلار به ین ژاپن اینجا خیلی بهتر دیده میشه، اینجا خیلی تمیزتر دیده میشه فلگ، و از اینجا به نظر میاد ریجکت شدیم. ببینیم که آیا این روند ادامه داره یا نه، هرچند که من هنوز بسیار مشکوک هستم به اینکه ین ژاپن آیا میتونه قدرت بگیره یا نه، آیا وقتش هست که قدرت بگیره یا نه. به نظر من هست، ین ژاپن یکم بیدلیل داره ضعیف میشه، یکم بیدلیل مارکت امیدواره به نظر من، و این امیدواریش قرار جلوش گرفته بشه. دوباره یادآوری میکنم مدیر عامل فایزر 62% سهامش رو فروخت، خیلی عجیبه واسه وقتی که در واقع خود، یعنی خودش مطمئن نیستش به واکسنش. یک دو اینکه 90% خیلی زیاده، زمان بندیش خیلی عجیبه، توی ژورنالی چاپ نشده، صرفا کورپرات ریلیزه. اینا رو همه در نظر داشته باشین. خب اینم پس از ین ژاپن، یعنی اگر واکسن مشکلی واسش پیش بیاد، ین ژاپن کارنسی خواهد بود که بسیار قدرت خواهد گرفت و میتونه ما رو به شدت بکوبونه پایین توی پرهایی که یه سمتشون ین ژاپن هست. حواستون باشه، حواستون به استاپلاساتون باشه. و یورو به دلار نیوزیلند، دلار نیوزیلند برعکس یکی از پرهای خیلی قوی بود تو این چند روزه، به هر حال پرس کانفرنس هم داشتن و خب اون قطعا کمک کرده. وضعیت اکونومیشون خیلی خوبه. من قبل اینکه به یورو به دلار برسم، برم دلار نیوزیلند به دلار، دلار نیوزیلند به دلار کانادا یکی از پرهایی بود که ما خیلی تریدش میکردیم، خیلی دوستش داشتیم. این حرکت بزرگ رو اینجا گرفتیم توی لایو استریم های در واقع چند دو هفته پیشمون، هفته پیشمون هست، میتونید برید ببینید که چطور تصمیم گرفتیم این ترید رو بگیریم. بعد از اینکه این شکست انجام شد، اینجا از ترید خارج شدیم، منتظر ورود دوباره بودیم، اومدیم ریتست این شکست رو دیدیم، پیشنهاد کردیم که دوستان وارد بشن، من خودم وارد نشدم، اما اگر کسی وارد شده و هنوز تریدش رو نگه داشته، خب به هر حال ترید قابل توجهی از اینجا تا این بالا بوده، 2%، 2% واقعا بزرگه توی بازار فارکس اگر بدونید. به چی رسیدیم؟ رسیدیم به این ساپورت اینجا، به این رزیستنس اینجا توی 0.19. خب این رشد بزرگ به خاطر در واقع کانفرنس ریلیز بود، یعنی به خاطر اخبار بود. این چیزی نیست که بشه به این راحتی پیش بینی کرد.
اما چی کار میتونیم بکنیم؟ کاری که میتونیم بکنیم اینه که بیایم به لول ساپورت بعدی نگاه بکنیم. من لول ساپورت بعدی 0.8938 میبینم. برگشت به اینجا ادامه حرکت میتونه دوباره ما رو آماده در واقع ورود به سمت لانگ بکنه. دلار نیوزیلند به ین ژاپن، ین ژاپن خب غالبا ضعیف‌تر بوده. این در واقع برخورد تست ادامه حرکت میخواین اسمشو بذارین، اسمشو فلگ یا پرچم میخواین بذارین، هر چی که هست اون الان در واقع ادامه داده حرکت رو، ما رو داره میرسونه در واقع به این رزیستنس. اینجا یه رزیستنس خیلی محکم‌تر این بالا داریم، 73361، اما ببینیم که کی به اونجا خواهیم رسید. فعلا قابل ترید نیستن. دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، این رو هم راجبش صحبت کرده بودیم، شکست تست، شکست تست، شکست در حال تست بعدی، ممکنه که تست موفقیت آمیز نباشه، برگردین داخل چنل. فعلا نه به سمت لانگ نه به سمت شورت به اون نگاه نمی کنیم. دو تا پیر آخر رو میخوام بررسی کنم، سوالی اگر دارین بپرسین، من تا چند دقیقه دیگه قرار تموم کنم لایو رو، 8 دقیقه دیگه بیشتر فرصت نداریم. یورو به دلار آمریکا، برگشتیم در واقع سراغ خط معروف 1.1755 تو این ساپورت محکم. کماکان من اظهار بی‌طرفی می‌کنم، این ترند لاین پررنگ رو این پایین داریم، این ساپورت محکم رو در 1.19 داریم و دقیقاً این وسط هستیم. فعلا بی‌طرف، فعلا صبر، صبر همیشه برخواهد گردوند. استراتژی ایچیموکو راجبش صحبت می‌کنم الان. پوند رو هم نگاه بکنیم. پوند ببینید این رزیستنس اینجا رو تبدیل به ساپورت کرده. امروز خب بخاطر اخباری که از برگزیت اومد بیرون یکم منفی بود. اگر اینجا با ما وارد ترید شدین، گفتم ما استاپلاسمون رو فعلا زیر این ساپورت نگه داشتیم، یعنی توی اینجا استاپلاسمون زده نشده. ببینید که آیا ادامه حرکت خواهیم داشت یا نه. اگر داشته باشیم خوشحال خواهیم بود که در واقع نگه داریم تریدمون. بخشید. خب در مورد ایچیموکو ببینید، استراتژی ایچیموکو هم خوبه. من فکر کنم بیشتر ازتون حالا ایندیکیتور ایچیموکو باشه تا استراتژیش. اما اگر استراتژی رو پیدا میکنید که به شما میاد، این چی؟ یعنی شما دوستش دارید، میتونید ازش استفاده کنید، وقت زیادی ازتون نمیگیره، چرا که نه؟ و سودآور هست، چرا که نه؟ اگر میتونید کانسیستنت بمونید، چرا که نه؟ من به شخصه میگم خودم تمرکزم روی قیمته، من تمرکزم روی قیمته، روی ساپورت، روی رزیستنس و روی ترند لاین هاست و احساس میکنم این قضیه کافیه. چرا؟ ببینید مارکت خیلی چیز پیچیده ایه، این بارها گفتن خیلی 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 چیز پیچیده ایه. کار ما به عنوان تریدر اینه که این موجود پیچیده رو، موجودی که هزاران پارامترش تاثیر داره رو بگیریم و تا حد امکان سادهش کنیم. و توی این پروسه ساده سازی، اضافه کردن ایندیکیتورهای مختلف، اضافه کردن اسمها و حالا در واقع استراتژی های مختلف، به نظر من فقط پیچیده ترش میکنه. میگم من ترجیح هم اینه که ساده ترین حالت ممکن، حتی مووینگ اوریج ها رو هم نگاه نکنم، هرچند که خیلی ها نگاه میکنن، خیلی هم خوب استفاده میکنم. RSI MACD بعضی موقع جالبه نگاه کردن بهش، ولی پیچیده است. اکستریم این پیچیدگی کجا میشه؟ اکستریم این پیچیدگی وقتی میشه که وارد الیوت ویو میشیم، به موجای الیوت. من میخوام یه مثال خیلی جالب بزنم واسهتون. ببینید معامله کردن با قیمت و ترند لاین و ساپورت رزیستنس مثل فیزیک نیوتونی میمونه و ایچیموکو یا چه میدونم الیوت ویو یا کلی ایندیکیتورهای پیچیدگی که وجود دارن مثل فیزیک کوانتوم میمونه. شما با فیزیک نیوتونی کار تمام کارهای دنیا راه میفته، شما ماشینامون و ساختمونامون همه چی رو فیزیک نیوتونی ساختیم. فیزیک کوانتوم خیلی قشنگه، میتونیم بریم بخونیم، واقعا جذابه، واقعا هیجان انگیزه، اما به کار نمیاد. شما چرا توی مارکت هستین؟ شما چرا دارین ترید میکنین؟ دنبال این هستین که پول در بیارین یا دنبال این هستین که چیزای پیچیده یاد بگیرین؟ سوالو بخوام ترجمه کنم به اون مثال فیزیک، شما دارین فیزیک یاد میگیرین که ماشین بسازین، دارین فیزیک یاد میگیرین که لذت ببرید. اگه میخواین صرفا ببینید لذت ببرید، پولتون رو وارد بازی نکنید، چرا که نه، هر استراتژی ممکن جذاب باشه. الیت ویو بسیار جذابه، حتما پیشنهاد میکنم اگر دوست دارید بخونید. اما لحظه که میخواین ترید کنید، لحظه که میخواین اوردرتون رو بذارید، فقط و فقط به قیمت توجه کنید. یه دلیل دیگه هم دارم برای توجه کردن فقط به قیمت، اونم اینه که قیمت تنها ایندیکیتوریه که لگ نداره، تنها ایندیکیتوریه که تاخیر نداره. همین
صحبت دیگه ای ندارم. من از ایچیموکو استفاده نمی کنم، دوستان استفاده می کنم، میتونید ازشون بپرسین یا به ویدیو ببینید در موردش، اما من فقط قیمت رو پیشنهاد می کنم. من 2 دقیقه دیگه لایو رو باز نگه می دارم، اگر سوالی دارید بپرسید و بعد از اون در واقع لایو رو به اتمام می رسونم. ببین تمام ایندیکیتورها، حالا فقط ایچیموکو من به طور خاص میگم، نظری راجبش ندارم، خودم اونقدر ازش استفاده نکردم، فقط میدونم چیه. تمام ایندیکیتورها خب به هر حال دارن روی قیمت، یعنی از قیمت تابعی از قیمت هستن و آره یه جورایی در واقع روی بیس در واقع قیمت داره سوار میشه و من ترجیح میدم که خود قیمت اون بیس اصلی رو ترید بکنم، نه در واقع مشتقی از اون. خب خیلی ممنونم، خیلی ممنون که از اینکه همراه ما بودیم. تقریبا 1 ساعت شد لایف، خیلی طولانی شد، خیلی واقعا لذت بخش هستش برای من این همراهی با شما و در واقع دیدن بازارها و دیدن اخبار همراه شما. به زودی میبینمتون در خلاصه امروز و فردا هم لایف استریممون رو طبق برنامه همیشه خواهیم داشت. خیلی ممنون که همراه ما بودید. مراقب خودتون باشین، ترید های خوبی داشته باشین و خدا نگهدارتون باشه.